بله، خودشناسی به معنی این است که انسان مقام واقعی خیش را درک کند که در معرفت می تواند بر فرشتگان پیشی بگیرد، بداند که او آزاد و مختار و مسئول خیشتن و مسئول افراد دیگر و مسئول آباد کردن جهان و بهتر کردن جهان است و بداند که امانتدار الهی است. و همینطور خودسازی تنها منحصر به ترک گناه و انجام تکالیف شرعی یا تهذیب نفس از اسارتها و عادتها و کسب آزادی یا مبارزه با رذایل اخلاقی و کسب فضایل یا انجام عبادت نیست و شامل برنامه جامعی برای تحقق تمامی این عرصه ها، رفع نقایص گوناگون و تکمیل نفس آدمی می شود. حضرت علی علیه السلام می فرمایند: در شگفتم از کسی که در پی یافتن گمشده خیش می گردد در حالی که خود را گم کرده و در پی یافتن خیش نیست. بله، عرض سلام و درود داریم خدمت تمامی شما بیننده های عزیز و علاقمندان برنامه صبح فردا. بله، همه ما انسان ها اغلب اوقات با این سوال همیشه بر می خوریم که چگونه خودمان را بشناسیم، ای که من کی هستم، چرا به دنیا آمدیم و باید چه کارهایی را انجام بدم. یک جمله بسیار مشهوری هم هست که میگن خودتان را خودتان بسازین پیش از آن که کسی دیگری شما را شکل بدهد. با همین خودشناسی، درک توانایی‌ها و استعدادهایمان می‌توانیم بهترین خودمان را پیدا کنیم که این مسئله اغلب می‌تواند موجب پیشرفت فردی و اجتماعی ما همچنان شود. خودشناسی در حقیقت شناخت عالم درون و پنهان خود ما هست و یکی دیگر از راه‌های خودشناسی مطالعه کلام خداوند و یا هم خواندن قرآن کریم هست. من عرض سلام و درود دارم خدمت تمامی شما بیننده های عزیز. امیدوار هستم که جور و صحتمند و تندرست باشین. جناب حسینی صاحب سلام علیکم. سلام خدمت شما همچنان خانم مصبا، خیلی خوش آمدین شما هم در برنامه. تشکر. و بیننده های عزیز خسته نباشین. تشکر از اینکه با ما همراه هستین در برنامه صبح فردا. موضوعی که خیلی مهم و خیلی کاربردی هست امروز در بخش دینی برنامه صبح فردا برگزیدیم و از جمع موضوعات این موضوع را انتخاب کردیم برای شما خانواده های عزیز و بیننده های نهایت گرامی ما، که موضوع خودسازی و خودشناسی از منظر اسلام است. این موضوع واقعا مهم است که امروز میپردازیم روی مسئله و صحبت های بیشتر با مهمان ما روی موضوع میداشته باشیم، که مهمان ما هم در برنامه خانم مرضیه بخشی، کارشناس مسائل دینی هست. خانم بخشی، درود خدمت شما، صبحتان بخیر، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم خدمت شما بزرگواران، خوشحال هستم که امروز در جمع شما هستم و یک سلام خاص خدمت تمام بینندگان عزیز که مهمان خانه های زنا هستیم. انشالله که روزی خوب و خوش را آغاز کرده باشند. در خدمت هستیم آقای حسینی، خانم مصبا. تشکر. خانم بدخشی، این صحبت ها را از اینجا شروع کنیم که اهمیت خودسازی و خودشناسی از دیدگاه دین مقدس اسلام چگونه تعریف شده است؟ بسیار سوال خوبی هست. در رابطه با خودشناسی و خودسازی، اگر اجازه باشد مقدمه را اول به عرض برسانم و بعد سراغ بحث بریم. خودشناسی مسئله هست که مقدمه هست برای خودسازی و ارتباط بسیار تنگاتنگ دارد. اگر کسی خودش را نشناسه، هیچگاه نمیتونه خودش را بسازد و همینطور جامعهش را بسازد. و در اینجا هست که در دین آمده که خودشناسی انسان را به قرب الهی میرساند، که قرب الهی تنها موضوع شخصی و فردی با خداوند نیست، بلکه تمام موضوعات دیگر هم شامل میشه، مثل ارتباط خود فرد با اجتماع، با جامعه و همچنان ارتباط خودش با خداوند و ارتباط خودش با خودش را در اینجا معنا شده است. تا زمانی که انسان خود را نشناسه نمیتونه که خودش را بسازد. و اهمیت این مسئله به حد زیاد هست که حضرت علی علیه السلام میفرماید در این مورد افضل معرفت ها معرفت خودشناسی هست، که افضل و بهترین و برترین معرفت که انسان کسب بکنه و را و باید هم کسب کنه خودشناسی هست، باید خود رو بشناسه. بله، خیلی خوب، سپاسگزاریم. تشکر خانم بخشی.
حالا روی راهکارهای قرآن کریم اگر صحبت داشته باشیم در رابطه با موضوع ما، راهکارهای قرآن کریم و توصیه های پیشوایان دین در ارتباط به خودسازی و خودشناسی چیست؟ تشکر آقای حسینی. ابتدا پیش از اینکه سراغ راهکارها بریم، به فکرم که خوب است یک بار بریم یک سری به معنا و مفهوم خودشناسی هم بریم، کار خوب خواهد بود. خودشناسی تعریفایی که علمای علم اخلاق و در کتب اسلامی، در روایات و برگرفته از آیات وقت مطالعه میکنیم، این مفهوم به دست ما و شما میآید که خودشناسی به معنای هزی است که انسان او صفاتی که در درونش است او را مورد شناسایی قرار بده، استعدادهایی که خداوند تبارک تعالی در وجود او نهفته او را مورد بررسی قرار بده، ببینه کدام صفتها منفی هست و کدام مثبت هست و جهت مثبت را بگیرد و او را رشد بدهد که هم خودش ساخته میشد در اینجا، خودسازی را به وجود میاره برای خود شخص و همچنان جامعه فامیل همه را میسازد و استعدادهایی که در درونش نهفته است اونها را مورد شناسایی قرار بده، علایق خودش را. علایق هم اینجا منفی و مثبت دارد، یعنی رذایل و فضایل در اینجا نهفته است، او امیال و خواسته هایی که در راستای پیشرفت و تکامل انسان کمک میکنه جهت او رو بگیرد و او راهها و راههایی که کمال از انسان کاسته میشه و مانع کمالات انسان میشه که امیال های منفی هست سراغ او رو نگیرد و مبارزه با آنها بکند. و اما سوال جناب آقای حسینی در رابطه با راهکارهای خودشناسی در دین مقدس اسلام، راهکارهای خیلی زیاد است و علمای اخلاق در این رابطه توصیه های بسیار پرارزش با ارزش برای ما و شما داره که اولین راهکار را علمای اخلاق شناختن این صفات و استعدادها میداند، که علمای اخلاق آمده امی صفات را که در تعریف گفتم ما و شما که باید بشناسه فرد، این صفات ها را به دو دسته، استعدادهای درونی را به دو دسته تقسیم کردن بزرگواران علم اخلاق. یکی صفات هایی که برای انسان مثبت هست، صفات هایی که فطری هست، صفات های فطری و طبیعی صفات هایی هست که در درون تمامی انسان ها نهفته هست و انسان برای او که این صفات بهش نهفته شده اختیار نداشته است، در ابتدای خلقت این به شکل تکوینی ایجاد شده هست و مثل حس خداجویی در وجود همه انسان ها هسته، چی بخوایم نخوایم حس خداجویی در وجود همه هسته و همچنان حس خداپرستی. ما میبینیم ادیان غیر الهی را هم که آنها چون معلومات بهشان درست رسانده نشده و این حسی که در درون آنها بوده آمده، خلاصه چیز را باید مورد پرستش قرار بدهد که سنگ و و یا دیگر موجودات را مورد پرستش قرار می دهد، در واقع حس خداجویی در وجود از آنها هست که اینا بیرون بر آمده برای پاسخ دادن به این حس و همچنان حس کنجکاوی، حس کمالجویی برای هر انسان هست که این صفت هست برای هر انسان که دوست داره در هر مقطع و هر جایی که فعالیت داره، درس می خونه و در اونجا فعالیت داره، دوست داره یک سرکله بلندتر از دیگرها باشد و بهتر بدرخشه. این حس در وجود تمام انسان ها هست و این صفت فطری هست. حتی کسایی که مثلا دزدی را برای خودش کمال میداند خوش داره که شاه دزا باشد و بهترین، یعنی کسی باشد که دیگه مثل او اونقدر ماهرانه دیگه کس پیدا نشه که دزدی بکنه. و امی رقم حس عدالت خواهی در وجود تمام انسان ها هست، هیچ انسان را ما نمیبینیم که او عدالت را دوست نداشته باشد و ظلم را دوست داشته باشه، هیچ انسان را چنین دریافت نمیشه. و این هست صفت های فطری در درون انسان ها که به تکوینشان برمیگرده، به خلقت برمیگرده. و ایده صفت های دیگر را که علمای علم اخلاق گفتن، صفت ها و استعداد هایی است که انسان با اکتساب و با اختیار خودش کسب میکنه و کسب شدنی هست، این خیلی مهم هست. صفت های اکتسابی برمیگرده به زمینه و محیط رشد انسان که اگر انسان در محیط سالم، در خانواده سالم رشد کرده باشد و همچنان یک اجتماع سالم و درستی را داشته بوده، در اونجا رشد کرده، در مدرسه و مکتب سالم و خوب رفته، مذهب جامع و کامل داشته، پیرو از او بوده
و همچنان الگوهای سالم را برایش قرار داده، مسلماً که این انسان صفتهای نیک را کسب کرده و فردا روز خودش یک شخص مفید و مؤثر در جامعه و اجتماعش واقع میشه. و اگر که زمینه رشد و محیط رشد انسان خانواده ناسالم باشد، اجتماع ناسالم و نادرست باشد، مذهب ناباب باشد و همچنان امی رقم الگوهای ناسالم پر از عیب و نقص را اگر برای خودش انتخاب کرده، در اینجا خانه‌ها صفتهایی را کسب میکنه که کارایی نداره و سرگرم پستی ها به گفته حضرت علی علیه السلام میکنه شخص را که بیهوده هسته و انسان را به فنا میرساند. این اولین گام در راه خودشناسی شناخت صفتهایی که در درون وجود انسان بود که علمای اخلاق آمد به دو شکل تقسیم کردن، فطری و اکتسابی. و دومین راه در قسمت خودشناسی ای هسته که انسان نه در این شناخت از این صفتها نه افراد بکند نه تفرید بکند، یعنی حالت بینابین را بگیرد. و دین ما و شما هم همیشه دستورش به می هسته که نه افراد نه تفرید، بلکه امر میکنه بین الامرین که بین از این دو تا را بگیرن، بین افراد تفرید را بگیرن. و در خودشناسی نه اونقدر کم برسه که کم توجه بکنه که هیچ فایده و اثر نداشته باشه، و نه اونقدر زیاده روی شوه که دیگر از کاربار زندگی بمان از او طرف بام بیفته. و سومین راهی که خیلی کارساز هست در قسمت خودشناسی توجه به موانع هست. خانه‌ها راه رشد انسان وقتی که بخواهد مسیر رشد را طی بکنه، تکامل را طی کنه، ترقی را به دست بیاره، یک سری موانع ها وجود داره در هر راه پیشرفت، خصوصا در این راه که سر و کار با نفس هست و در درون انسان سرکارش با درون هوا و نفس و اینا هسته. موانع زیاد سر راه هسته که شخص که میخواه خود را بشناسد و خودش ساخته شود باید متوجه موانع باشد. جمله موانعی که هست، یکی ای هسته که انسان وقتی به رشد برسه و پله به پله زنه بالا میره و رشد میکنه، خانه‌ها تکبر، غرور سر راه زی سبز میکنه. در اینجا باید متوجه باشه که غرور و تکبر خودش انسان را از راه میاندازد، از راه تکامل. و ما و شمایی را زیاد شنیدیم که در صدر وقتی حضرت آدم خلق میشد، همه را مطالعه داریم و شنیدیم که شیطانی که 70 از درگاه خداوند و او به خاطر غرور به جایش بود که به حضرت آدم سجده نکرده و خودش را برتر جلوه داد. در اینجا هم همی هست، اگر شخص خدای نخواسته متوجه از عوامل و موانع ها نشه که جمله اش غرور هست، در اینجا هست که می افتد و رشد نمیکنه. و همچنان مانع بعدی است که عدم مطالعه است. یکی از مانع هایی که باعث میشه انسان در خودشناسی و خودسازی نرسه است که مطالعه نداشته باشد. باید مطالعه بکنه، توصیه علمای اخلاق را در این زمینه داشته باشه و آگاهی داشته باشه. و آگاهی است که ظلمت را از بین میبره، علم است که ظلمت را از بین میبره. و همچنان مانع دیگری که میشه عدم الگو هست. هر انسان نیاز به الگو داره، خصوصا در این مسیر که انسان بخواه خودش را بشناسه و بسازه، جامعه خود را بسازه، در اینجا 100% نیاز به یک الگوی کامل داره. الگویی که کاملتر از خودش باشه و نواقص عناد او نباشه. الحمدلله ما و شما در دین مبین خود خیلی الگوهای غنی زیاد داریم، یعنی غنی هستیم از الگو الحمدلله، از زندگانی پیامبر گرفته تا ائمه معصومین و صحابه این بزرگوارا، یاران آنها و دیگر علمای ما و شما الحمدلله زیاد الگو داریم. و در اینجا هست که فردی که خود را میخواه بشناسه باید یک الگوی کامل و جامع هم برای خود داشته باشه تا از او پیروی بکنم. و راه دیگری که برای خود شناسی مؤثر هست توجه به عیوب است. چون انسان حب به ذات داره، عشق به خود داره، این سبب نشه که عیوب های خود را نادیده بگیره در این زمینه. مثلا اگر گناه کرده یا حق کسی را ادا نکرده، یا آدم مسئولیت شده، یعنی مسئولیتی که داره، اگر که خانوم است، اگر مادر است، مسئولیت مادری را ادا نکرده، اگر پدر است، مسئولیت پدری را، و همینطور
اگر در دفتر کار میکنه مسئولیت در دوش از اوست، اونها رو توجه نکرده باز اونا ای را برای خود عیب بگرد و ای واقعا عیب است. چون پوشی از عیب هایی که در درون خود مشاهده میکنه شخص در عین خودشناسی با چشم پوشی و اغماز از اونا نکنه که سبب میشه روش نکنه در این راه. و راه پنجم فکر کنم میشه راهی هست که انسان بر علاوه ازی که عیب های خود را مورد توجه قرار داد، راه بدی هست که باید به نقطه های مثبت خود امتیاز بده، به کارهای شایسته خود امتیاز دهی بکنه. چون راه پیشرفت تنها به توبیخ نمیشه که فقط سرزنش را پیش بگیره دیگر تشویق نباشه، بلکه باید روز به روز خودش را تشویق بکند و کارهای نگره که انجام میده تشویق و امتیاز دهی بکنه به خود. چون این سبب میشه که یک انرژی خاص برای انسان بده که راه را ادامه بده، این قوت قلبش میشه که از این هم باید شمپوشی نکنه. و همچنان دیگری از رایی که برای خودسازی خیلی مؤثر است این هست که جدی دنبال باشه، این راه را با جدیت دنبال کنه، این رقم نباشه که یک روز شدید این راه را دنبال بکنه به خود سر بزنه و اعمال و افعال خود را مورد بررسی قرار بده ولی روز دیگر کار خبر از این گپ نباشه. یعنی در اوقات تفریح تنها کار نشه، هر روز یک تایم برنامه باید باشه که اقدام بکنه و جدیت تا این که به سر مقصد که تکامل انسان و هدف از خلقت انسان است به او برسه. و راه آخر و که از خوشناسی هست که ما باید پیش بریم و او را انجام بدیم، سه نکته است که علمای المخلوق همیشه او را تاکید کرده و گفته است که اگر انسان خود را شناخت و فعالیت‌های خود را دید، صفت‌ها را دید، در اینجا آمد طبق صفت های مثبت رفتار کرد و کردار خود را اصلاح کرد، یعنی خودسازی کرد، باید سه نکته را متوجه باشه و او را عملی بکنه، اگر نه تمام تلاش هایش به باد فنا هسته. یکی هست که مشارطه هسته، هر انسان باید در اول روز شرط بگذاره قد خودش که بنده خوب خدا باشه و خادم خلقت و مخلوقات خداوند باشه و پیشرفت برای خود، به پیشرفت خود بیندشد، به پیشرفت خلق الله بیندیشد و این شخص خیر واقع شود. این مشارطه هست که با خود شرط بکند که این کارها را باید امروز اجرا بکنه، کارهای نیک را و فضایل اخلاقی را. این یک نکته. و نکته دومی هست که مراقبه هست، باید مراقب باشه در طول روز که اعمال نیکش را با اعمال رضایل اخلاقی خراب نشه، مراقب اعمالش باشه. و بعد همی که در آخر روز و ابتدای شب باید محاسبه داشته باشد، راه سوم. و نکته سوم که علمای المخلوق همیشه به او توجه کرده و توصیه داشته برای ما و شما ای است که محاسبه بکنه، اعمالش رو محاسبه بکنه که در روزی که گذشت چی کارهای اجرا انجام شد، کارهای نیکش که انجام شده، فضایل اخلاقی که انجام داده، باید شکرگزار خداوند باشه در این زمینه و خود رو تشویق کنه و امتیاز بده و همچنان سبب نشه که کارهای نیک نه سبب غرور از انسان شود. و از او طرف اگر کارهای منفی و افعال منفی ازش سر زده، در اینج باید او را واقع بینانه ببینه و از خداوند اولا طلب استغفار بکنه. طلب استغفار به این معناست که دیگه اجرا نکنه، نه که فقط کلمه استغفر الله را بر بگه، بلکه باید اجرا دیگه روز بعدی او اجرا نشه، که این میشه استغفار به معنای واقعیش. بله دقیقه. بسیار خوب خانم بخشی، تزکیه نفس چقدر نقش داره برای رسیدن به مسئله خودشناسی و خودسازی؟ بله، تمام خودشناسی که هست برمیگرده به نفس و نفس تعبیرات متفاوت در قرآن است، به جان، به روح اینا تعبیر شده است، علمای المخلوق تعبیر کرده. نفس واقعا شناختنش کار دشواری هسته که و همی هسته که معرفت و علم به نفس را بهترین و بالاترین علم دانسته، پس این اهمیت زیادی داره. اگر کسی به نفسش واقف نباشه و نشناسه و واقف نبوده و راه های مبارزه با هوای نفسش را بلد نباشه، در اینجا 100% به گمراهی سردوچار میشه. و این هست که ساختن نفس در واقع خودسازی هست. بله دقیقا. خب یکی از راه های خودسازی و خودشناسی همین
مبارزه با نفس هست. درست است؟ بله. خیلی تشکر، صحبت خیلی عالی داشتین. و حالا روی ضرورت خودسازی و خودشناسی اگر صحبت بکنین خانم بخشی، در زندگی فردی و اجتماعی که مثلا ضرورتش چی هست در زندگی فردی و اجتماعی، در متون دینی چگونه بیان شده و نظر علمای دین در ارتباط چی هست؟ در رابطه با ضرورت خودشناسی، همونطور که اگر پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله سلام می فرماید که کسی که خودش را شناخت در واقع پروردگارش را، ربش را شناخته است. اگر انسان خود را نشناسد، یعنی پروردگارش را نشناخته، وقتی پروردگار را نشناخته باشد، واقعا زندگی خودش هم دوچار مشکل هسته و نه تنها که خودش یک فرد مضر، بلکه در جامعه هم، در خانواده هم یک فرد مضر هسته. این را چگونه اثبات شود و چی رقم چگونه فرد مضر خواهد شد در صورتی که خودش را نشناسد؟ اگر انسان وقتی به خود توجه میکنه و میبینه صفات هایی که در درونش است، استعداد هایی که در درونش است، به پی میبرد که کی چنین انسان را خلق کرده است، پی میبره به خدا. اینه در واقع اولین آثار و ضرورتی که از خودشناسی به وجود میایه خداشناسی هسته و خود خداشناسی سبب میشه که انسان خود را بسازه. دیگر انسان وقت خود را شناخت، پروردگارش را میشناسه. وقت پروردگار را بشناسه، یعنی میداند که کسی هست که روزی از او حساب بپرسه و تمام اعمالش را شاهد هسته. در اینجا هسته که انسان مواظب اعمال و رفتار خود هسته. مثلا فرض کنین اگر در یک فروشگاه کمره های مخفی نباشه و یک فروشنده فقط دمی در باشه، اینجا کسی که وارد میشه اگر خبر باشه کمره امنیتی نیست، شاید خیلی دزدی شود. بله. ولی وقتی یک شخص وارد فروشگاه میشه و بدونه کمره مخفی در اینجا هسته، هیچ وقت خطا نمیکنه، چون میدونه که کسی میبینش. و در اینجا هست، اگر ما فرض یک مثال بود، اگر ما به این حد، به علم ما به این حد رسیده باشه که خدای بالای سر ماست و شاهد اعمال ماست، هیچ وقت انسان دوچار خطا در اعمال نمیشه. و این خودش سبب اصلاح فرد و خانواده و جامعه میشه. چه خوب است که اگر تمام انسان ها خداوند را واقعا حاضر بر اعمالشان بدانه، هیچ گاهی کسی در جای خطای پشت سر همدیگر نخواد کرد و چقدر زندگی خوب و زیبا خواد شد در دنیا جور شد. و امی رقم خودسازی در گام بعدی خوشناسی است که گفتم وقت بعد از خوشناسی خداشناسی می آید. و یه خداشناسی را که ما مطالعه بکنیم و خداوند را همیشه حاضر به اعمال خود بدانیم، خودسازی است. یعنی در نفسش خودسازی است و ما خود به خود خودساز، یعنی خودمون را ساختیم و ما مواظب اعمال و اینها بودیم و حق کس را ضایع نکردیم و تمام اعمال و رفتارهای شایسته یک انسان هست و انسان به خاطر او خلق شده و از کرامت انسانی هست و اونا رعایت کردیم، دیگر زندگی اینجا ساخته شده است. خودشناسی سبب میشه انسان رشد بکنه و به کمال برسه، چون خود را شناخته. و گفتیم همونطور که خودشناسی مقدمه بر خودسازی هسته، وقتی که انسان خود را بسازه، در واقع اینه به کمال رسیده و به کمال که برسد به این معنی هسته که اصل هدف خلقت همه می بوده که انسان به تکامل برسه و به تکامل و رشد معنوی و تکامل پیدا کرده و هم خودش و همچنان یک شخص کامل شده هست که اطراف خود را تا جایی تانسته است که آنها را هم از مسئله که خودش رشد کرده، آنها هم برایشان اثر گذاشته و مؤثر واقع شده برای از اونا هم. و دیگر این هست، یکی از ضرورت ها و آثار دیگرش این هست که رستگار میشه انسان. رستگاری در آخرت را انسان کسب میکنه وقتی خود را بشناسه، در واقع وقت خود را شناخت و پرداخت به صفت ها و او صفت ها و استعداد هایی که خداوند در درونی قرار داده و او را شناخت، برای شگفتی او اقدام کرد و از صفت های مثبت استفاده مثمر را برد و صفت های منفی را رها کرد، در اینجا هست که رستگار میشه. یعنی تقوا پیشه کرده، ترس از خداوند ایجاد شده برش، دیگر خلاف را مرتکب نشده. وقتی که انسان خلاف را مرتکب نشه و اوامر الهی را انجام بده، نواهی الهی را ترک بکنه که نه همشان به خودسازی برمیگرده، در اینجا هست که انسان واقعا رستگار شده است و
به مقام رستگاری رسیده است. و دیگری که انسان مسئولیت از آلودگی پیدا می کنه. مسئولیت یعنی در واقع امی خودشناسی سبب شده که یک لباس ضد میکروب که یعنی دیگه میکروب های در اونجا باشه دیگه دیگه اثر نکنه و یعنی زره در واقع برایش ساخته شده، یک سپر واقع شده است. امی خودشناسی برای انسان سپر واقع می شود در مقابل دیگر آلودگی ها و ناسامانی ها. اینها دیگر به روح انسان تاثیر ندارد. وقتی که انسان خود را بشناسد و اقدام بکند به خودشناسی و قدم به قدم اینا را عملی بکند، در اینجا هست که دیگر انسان آلوده به گناه نمی شود. البته همونطور که بیشتر گفتیم که مشارکت داشته باشه، مراقبه داشته باشه و محاسبه داشته باشه. در ارتباط به آثارش هم صحبت بکنین خانم بخشی، که آثار خودسازی و خودشناسی در واقع در زندگی فردی و زندگی اجتماعی چگونه هست و چقدر تاثیرگذار هست؟ بله، همینطور که از اوایل بحث آمدیم گفته، در اینجا رسیدیم که خودشناسی آثار دارد، هم آثار دنیوی دارد و هم اخروی دارد، که اخروی رو گفتیم که رس به مقام رستگاری که بزرگترین مقام است میرسه، و آثارهای دنیویش هم یک شمی است که خود را شناخته و خود را زندگی خود را می سازد و بهترین زندگی آن چی که خداوند مد نظر داشته به او می رسد و همچنان برای خانوادهش مفید هست، برای اولادش مفید هست، برای بیرون از خانواده در اجتماع خود مفید واقع می شه و یک فرد مسمیر واقع میشه و خیرخواه واقع میشه برای اجتماع و فامیل و همینطور افتخار برای نسل خود خواهد شد. این آثارهایی است که در پی خودشناسی به وجود میآید برای انسانی که البته خود را شناخته باشد و گام به گام که میشناسه خود را، همونطور که گفته شد علمای المخلوق گفته افعالی که کسب میکنه و میشناسه او را عملی بکنه. مثلا افعال مثبت هست جهت از او را بگیره و افعال و صفت هایی که منفی است که به اصطلاح مخلوق رذایل هست آنها را رها بکنه. در این صورت هست که اگر واقعا خود را شناخته باشد و او راهکارهایی را که گفتیم آنها را پیش گرفته باشد، به معنای واقعیش خود را شناخته باشد با مطالعه، با الگو قرار دادن شخص کامل، در اینجا هست که هم خودش در قدم اول از علمش از معرفتش استفاده میبره که راحتی به وجود میاره برای خودش، برای فامیلش و برای اجتماع واقعا موثر واقع میشود. و دیگر هیچگاه در اجتماع اگر کاری شود سراغ رشوت نمیرود و سراغ فسادهای اخلاقی نمیرود و در اینجا هست که جامعه را هم میسازد. بسیار خوب خانم بخشی، به عنوان آخرین سوال، پیشنهاد شما در ارتباط به بحث خودشناسی و خودسازی در راستای یک زندگی اسلامی و مملو از خیر و برکت چی میتونه باشه؟ خودشناسی برای هر انسان اینطور نیست که تنها خودشناسی، البته ایرم باید گفت فقط خودشناسی برای کسایی مطرح شود که اونها علوم دینی رو فرا میگیرن. نه، هر انسانی که میخواهد واقعا در دنیا هم خوشبخت زندگی بکنه و در آخرت هم جز رستگاران باشه، برایش هست و ضرور هست که خود را بشناسد. و خود شناختن گام های اول همی است که صفت های خود را، صفت های درونی خود را مورد بازبینی و بررسی قرار بده و تعیین بکنه برای خودش یک الگوی مناسب را در این زمینه که از او در عرصه های زندگی فردیش، در زندگی خانوادگیش، رفتار با همسر، رفتار با فرزندا و همچنین رفتار با مردم را یک الگو برایش تعیین بکنه و طبق از او الگو که حرکت کرده و پیروی بکنه و گام به گام الگو حرکت بکنه، واقعا مؤثر هست برای فرد. و همچنان صفت های خوب و جایگاه ها و رشد کرده، مقامات را که به دست آورده در این زمینه که واقعا سخت هست، نفس را مهار کردن با تلاش زیاد کسب کرده، اینها را باید براحتی از دست نده. همونطور که گفته شد شرط بکنه با خود مراقب اعمالش باشه همیشه وقت و محاسبه با خود داشته باشد، اینها رو باید داشته باشد. بسیار خوب. چقدر میتونه موجب خیر و برکت شد اگر بیشتر روی سوال اخیر تاکید داشته باشیم؟ خیر و برکت همونطور که گفته شد اگر کسی خود رو بشنو، هر کس اگر ما در اجتماع خود فرض بکنیم
ولی امین ناملایمت ها را که میبینیم در اجتماع و فساد هایی را که ما میبینیم به این پی میبریم که کسی خود را نشناخته است. متاسفانه اگر خود را بشناسه اولین خیر و برکت شمی است که آسایش را میاره به دنبال میاره و امنیت به دنبال میاره و همچنان اعتماد ها ساخته میشه، اعتماد میشه. ولی متاسفانه امروزی ناملایمت ها و جنگ ها، ظلم ها و اینها را که میبینیم، نابرابری ها، بی‌عدالتی ها و قوم ستیزی، نجات پرستی و سمت و سو و اینها را وقتی میبینیم به این پی میبریم که واقعا انسان در اینجا خودش را نشناخته است، واقعا نشناخته است و رفته دنبال هواهای نفس که هوای نفس امیر میگه که ظلم باید اجرا شود و باید بی‌عدالتی ها به وجود بیاد، باید قوم ستیزی و زبانی و سمتی و اینا باید باشه که اولین خیر خودشناسی همی است که آسایش واقعا با وجود می آید، هم در اجتماع، هم در جامعه و هم برای هم مهمتر خود انسان آرامش روانی و فکری سالم داره. بله دقیقا. خانم بخشی، نقش علما را چقدر در این راستا برجسته می بینید؟ علما که الگو هست برای مردم، الگو هست برای تمام کسانی که در جامعه هست و در هر عرصه‌ای که هستن الگو هست علما. و در اینجا هست که ما باید از علمای خود، از وید علمای خود که واقعا در حصه اخلاق کار کردن و زحمت کشیدن و آثار مؤثر را به جا گذاشتن پیرو از اونا باشیم، پیرو گفته های از اونا باشیم و همچنان از توصیه های از اونا استفاده بکنیم، در قسمت خصوصا در قسمت خودشناسی که آنها توصیه های خیلی زیادی در رابطه با اخلاق، با صفت های فضایل اخلاق و همچنان رذایل اخلاق داره که اگر ما مطالعه بکنیم او زمان است که ما تانستیم از علمای خود هم پیروی بکنیم، که البته علما از خود نگفتن بلکه آمدن با یک عمر تلاش، زحمت و کسب علم دین، از دین و پیشوایان دین را در واقع برای ما و شما میگه. در این جسته که واقعا اگر بخواییم سپاس از علما، زحمات از اونا داشته باشیم، باید عمل به گفته های از اونا بکنیم. بله خانم بخشی، در اخیر هم اگر صحبتی مانده باشه که از قید قلم ما مانده باشه میتونیم صحبت کنیم؟ البته بحث خودشناسی خیلی زیاد فلسفی و اینا هست، در یک جلسه خب حق مطلب ادا نمیشه، ولی امروز بحث خوبی بود، سوالای بسیار خوبی بود، این تفهیم شده انشالله برای بینندگان. و در اخیر هم از خداوند متعال توفیق خودشناسی و خودسازی را دارم انشالله که خداوند توفیقات همه ما شما را روز افزون بکنه. من الله توفیق. سلامت باشین. خیلی تشکر از تشفاری شما خانم بخشی که روی موضوع خیلی مهم امروز صحبت کردین در برنامه صبح فردا. واقعا بیننده های عزیز، موضوع خیلی مهم و کاربردی بود که امروز ما با خانم بخشی صحبت کردیم روی موضوع و تحلیل و تفسیرهایی داشتیم روی مسئله. خدا کنه که خانواده های عزیز و علاقمندان برنامه صبح فردا، مخصوصا جوانان عزیز ما، این بحث را شنیده باشن و تا آخر دنبال کرده باشن و استفاده بهینه و استفاده مطلوب را از گفته های خانم بخشی برده باشن انشاءالله. خانم بخشی، باز هم جهان سپاس از تشریف آوری شما که تشریف آوردین و روی موضوع مهم با ما صحبت کردین. تشکر، سلامت باشین. ممنون هستم از شما هم، واقعا مسرور بودیم که با شما بودیم لحظات را. سلامت باشید. تشکر میکنیم از شما بیننده های عزیز که تا ایدم همراه ما بودین. تا فردا همیتونه به خداوند مهربان میسپاریم. خدا نگه.